سلام همه اعضای دل خودم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر روزتون بهتر از دیروز. چطوری رفقای گل به چنل خودتون خوش اومدید؟ آقا امروز اومدیم با یه خبر خیلی خفن. یه مال دارن درست میکنن، یه فروشگاه خیلی بزرگ در حد استانداردهای اروپایی دیگه، اینجوری بهتون خب بگم. اگه اشتباه نکنم، اگه برید داخل گوگلم ببینی، بزرگترین مال برای ایرانه. یعنی دارن در اون حد خفن دارن درست میکنن، بهت جدا اینجوری بهت بگم، یعنی بزرگیش و اون کاربردی که داره یعنی اینقدر خفنه. بچه حرف زیادی نمیزنیم، بریم ببینیم چجوریه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، خیلی عشقید. بریم سراغ ویدیو. این طرحی که دارن میسازن ها، هنوز این پس آره تموم نه نه نشده. تازه دارن میسازنش. دقیقا همین سبک رو دارن میسازن. یعنی این بزرگتر از ایران ماله؟ ببین من چیزی که شنیدم میگن در همون حده، ولی خب چون جدید درن میسازن، امکاناتش در حد اروپاییه دیگه، یعنی اصلا جهانی به حساب بیار دیگه، اینجوریه. آخه من برای ایران رو دیدم، آره به خاطر همونه حالا که میگم میگم این که چیزی که خودشون گفتن، میگفتن یه چیز قراره، یه فروشگاه اصلا خیلی بزرگه، درسته در حد بزرگی اون، ولی با استانداردهای جدیدش دیگه. جدید آره ترش. این داخلش مثلا دارم درست به این شکل میشه. آره خیلی بعد حساب کن چین و نمیدونم قطر و اینا هم دیگه بیا میسن، مطمئنا مغازه هاشو میگیرن دیگه به خاطر اونه. همیشه داخل این فروشگاه هایی که این مدلیه من گم میشن، خیلی همیشه آخه نمیشه تا سر و تش رو پیدا نمی کنی، لعنتی به درسته. خاطر همونه. برای ایران هم همیشه گم میشدم، از این ور میرفتم از اون ورش رو سر در نمی آوردم. ولی اگه این تر رو بخوام بسازم خیلی قشنگه. خیلی قشنگه، فکر میکنم حالت مارپیچی بود اومده. آره بود کلن چیزی که دارن درست کنن، حالا این میگم تر از چی که دارن درستش میکنن. آره میبینی؟ حالت او خیلی هم بزرگه، خیلی آره. بزرگه دیریجی شاید نه در آسیای میانه، در کشورهای همسایه خود نخواد باشه، در میانه هم میان نخواد باشه. اندازه‌ای که با یک تا دو تا سه تا با سه طرف دوستای عزیز با شیشه های زرهی ساخته شده و اینقدر تحصیلات که در نظر گرفته شده، اینجا صاحب میشه بگین که هزینه از این چقدر بوده؟ این در دوی اول فکر روی پشت بونشه دارن راه. آره این الان تازه روی پشت بونشه که این سقف و شیشه ای که زده تازه میگه زرهیه، حتی خیلی بزرگ. آره 2.08 میلیون دلار فکر میکنه شد مستقیما تا حدود 3000 نفر از این بهره مستقیم برن، غیر مستقیم هم منکر مشتری میره. یک مورد که بسیار مهم و حیاتی است، درجه رشتر زلزله هاست، با کدام درجه میشه گفت که ساختمان با این معیارات ساخته شد؟ پارکینگش یعنی واقعیش ها؟ آره دیگه ساختن. ببین از پایینش ساختن یعنی تکمیله، بالاش هم که اون سقف مفاش رو که کرده بودن، فقط دیگه مونده داخلش. ولی از هم روش همه شاسی بلند مونده. اینی اصلا تو منطقه خیلی بزرگه، درسته کل شهر زیر پاش بود. حرکت جالبی رو پشت بونش، دقیقا رو پشت بونشه که دارن حالت فضای سبز هم حتی دارن درست میکنن. درسته اگه این حرکت رو بزن خیلی خوشگل میشه، خیلی راحت میتونن اون پایین رو پایین. آره خیلی بد خفن باشه آره، اینو تکمیلش بکنن. فروشگاه
شرکت های این مدلی خیلی بزرگ میشن. آره خیلی بزرگ میشه. 80 درصد کارشون رو تکمیل کردن دیگه، 20 درصدش فکر نکنم چند ماه دیگه تکمیل میشه. این یه سری سنگکاریاش گفت، ببین چون همه چیز داخلش تکمیله. بعد همه اینا یه دونه مغازه است. منظور چی؟ ببین کوچیکاری که مثلا دیدی مثلا چیز بوده، حتماش یه مغازه جدای دیگه خیلی پس بزرگه. تکمیلی کار از این کمپلکس پیش رفته و ما هم در منزل آخری قرار داریم سر بام. بله بله تقریبا 85% کارش تکمیل شد. او پس 80 درصد میگه 80 درصد کار تکمیل شده حتی. آره دیگه وقتی روی پشت بون هستن. آره 80 درصد کارش تکمیل شده. امیدوار هستیم بازود فرین ترسد این مارکت تسلیم به دکاندار عزیزش انشالله. یعنی میدانیم که چقدر وقتش مانده اینجا شد یا بستگی به کار داره دیگه؟ خب چون زمستان هوای سر بود، هوای سر تقصیر کارا توقف بود، میانال یک هفته بعد انشالله پس کارا شروع میشه. چون کارا کانکریت ما خلاص صرف کارای پایینی تزینی است، دست به چوکات است و شیش است و نصبی از سنگ گرانیت و مرمر یا هستن نیمار و تشنوه هستن. انشالله امیدوار هستین در اکسی چهار ماننده بودت میشه این مارکت بحر برداری سپرده شد. انشالله بخیر باشین. اینجا هست محترم میشه بگوین که کار از قصد و بیشتر فقط درستان برای سمی سابق اینجا یک مارکت بود، یک منزل دو مزبانه مارکت خیرخواه که دو وسایل الکترونیکی فروخته میشد. بازی در دوران جمهوریت حریق شد. باز زیره که جور کردن بالاخره باز حریق شد. بالاخره مردم همین دکاندارا خیستن در وقت پیش رئیس جمهور وقت رفتن که این طرف مشکل است. بازو برش که شما باید برای ما یک طرح بیارین. باز یک تعمیر بلند منزل برای شما جور میکنن. باز یک طرح زیره تلاش انجنیرهای داخلی مجور شد. باز زیره یک شرکت پیمتک ترکی او را به اسلام عقد قرار شرولی وزو شد. کاری از در جمهوریت پیش رفته اما افتتاح کارش در دوران امارت شد. تقریبا نمیال ما در ماه 19 همی کاری قرار داریم و این پروژه دو سال وقت داشت که دوم باید تکمیل شد. کار بسیار زودتر تکمیل داره میشه دیگه. یعنی درسته اگه اشتباه نکنم فکر میکنم ایران مال برای توی ایران برای یک نفره. برای یه نفره؟ آره. یعنی چی منظور؟ کل اون قسمتی که بهش میگن ایران مال خیلی هم بزرگ و وسیعه یک نفر برای یک نفره که ساخته. مگه بقیه جامعه اینجوری نیست؟ برای کلن صاحبش یه نفره؟ نه نه بعضی هستن شراکتیه، بعضی هستن دولت کمک میکنه. این میگم اگر اشتباه نکنم یک نفر یه آقایی بوده که خیلی سرمایه دار بوده اومده یه همچین چیزی رو ساخته. آره دیگه این هم همینجوری باید باشه. با سرعت پیش رفت، اسکلت تمام تکمیل شده. این تقریبا 9 منزل است. 9 منزل، 2 منزل از این پارکینگ است. منزل که دو طبقه شده. 1500 یا 1600 متر. اونجا جای به جای میشن. و بعد از اون 7 منزل از این به اصطلاح برای دکاناکین است. و این دکاناکین هم این تقسیمات کرده از طرف اداری امور. این زمین که است مربوط 3 ارگان دولتی است. 70 بیش از 70% مربوط وزارت مالیه است، 14-16% مربوط شاروالی است، طبقیش هم مربوط چی؟ بانک ملی. بازی با این سرمایه گذار که اینم آره اینم یه جورایی پس شراکتی شده دیگه. آره بانک ملیشون رو آره میگم شراکتی پس شد. شرکت سنسکا ای برای 30 سال قرار شده. به چند سال؟ 30 سال. برای 30 سال. تا 30 سال چیز عایدی که از دکان‌ها می از پارکینگ می 30% میره به دولت، 70% مربوط به کسانی که از دکاندارا متضرر شدن و اموالشون اون وقت تاریخ شده سخت برای زوا به حساب اینطوری کمک است که از طرف دولت میشه. بعد از 30 سال چیز عایدی که می 100% عاید مربوط به دولت میشه. و ایره که تقسیمات هم کردم از طرف خود این مارکتی رخ مارکتی نیست که در هر منزل بری هر چیز باشه. این مارکت تقسیمات شده از طرف اداری امور دراش است. تقسیمات فنسل منزل نیمه تاکاو منزل به وسایل کلان از فریزر و یخچال و پاکاو این چیزا دو میسیم از موبایل است. چون دیگه فنسل تقسیمات منزل کامپیوتر و تلویزیون همه چی میفروشن. ولی اینجا داره میگه هر طبقه مخصوص به خودش. آره هر طبقه مخصوص به خودش داره. کندلا و اینترکسیا تقسیمات شده.
و این قسمت بالا منزل که شما دارید منزل بالا است. این منزل بالا صرف یک مسجد در نظر گرفتن، یک دفتر است، دفتر حفظ مراقبت، یک مسجد است، لفت جداگانه داره و خیلی بالاش مسجد درست کرده. یه حالت چیز هم دارن درست میکنه. عزیز و گرامی، قسمت که شما صحبت ها را شنیدین، تصاویر همچنان دیدین از منازل مختلف که در اینجا ساختمان کار جریان داره هنوزم و یک فیصدی کارش باقی مانده و شما همچنان دیدین که گفتن که به هزینه 32.08 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و این ساخته شده و این هم مسجدی که قرار است ساخته شده و این هم روشنی اندازه‌ای که با یک تا دو تا سه تا به سه طرف دوستای عزیز با شیشه های زرهی ساخته شده و میتونه که هموطنان ما از این روشنی انداز طبیعی استفاده بکنن. با وجود که برق از سه بخش تامین میشه در این ساختمان، فکر این بخش شام کردن، یعنی با تمام امکانات معیاری ساختمان ساخته شد. آره خیلی کار داره، ولی مثلا اینقدر چیزشو تکمیل کردن اصلا جای چیز تعجبه، جای تعجب داره، ولی هنوز ببین میله‌هاش خیلی مونده داخل تکمیل میشه. به پای اکمال قرار داده شده به خاطر برف و اینا بوده کنسل کردن و امیدوار هستیم که تجارای ملی ما بیان و در کشور خود ما سرمایه گذاری بکنن تا ای که باعث رشد و پیشرفت ترقی کشور ما شه. میگم اینم یه فروشگاه خیلی خفن بود که تازه دارن میسازنش، در حد اصلا میگم بزرگیش در حد مال ایرانه. بله. ولی امکاناتش خیلی خفن‌تر و جدیدتره که دارن درستش میکنن. امیدوارم شما لذت داده باشید. دکمه لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خیلی عشقی. تا ویدیو بعدی، فعلا.